از مسی بهتر بودم، اما از بارسلونا اخراجم کردند. حرکت جنجالی گولر پس از پیروزی رئال. سه گل تا رکورد رونالدو. هالند میخواهد تاریخ ساز شود. زنگ خطر برای رئال به صدا درآمد. بارسا اولین چالش فصل را از رئال برد. لوا علیه ژاوی: با فلیک خیلی تهاجمی تر هستیم. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستید صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفاً اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. علت جنجالی ترین اخراج این هفته چه بود؟ در انگلیس این قانون را جدی میگیرند. یک کارشناس وی‌آر توضیح داد که علت اخراج جنجالی دکلان رایس در بازی آرسنال یک قانون ویژه در لیگ برتر انگلیس بوده است. از زمانی که دکلان رایس در بازی این هفته آرسنال مقابل برایتون به شکل جنجالی کارت زرد دوم را گرفت و اخراج شد، این ماجرا بحث‌های زیادی در دنیای فوتبال به دنبال داشته است. شبکه اسپین با دیلی جانسون کارشناسی وی‌آر صحبت کرد و او توضیح داد که چرا فلتمن در آن صحنه اخراج نشد و علت اخراج رایس چه بوده است. این کارشناس داوری گفت فلتمن ضربه به پای رایس میزند، ولی این صحنه در اتاق وی‌آر بررسی شده و داوران به نتیجه رسیدند که ضربه و شدت کافی برای اینکه خطای شدید قلم داده شده و مستحق اخراج باشد را نداشته است. این کارشناس درباره علت اخراج دکلان رایس گفت: قانون ممانعت از شروع مجدد بازی در لیگ برتر انگلیس قوی‌تر از همه جا اجرا می‌شود. در دستور من کمیته داوران انگلیس از داورها خواسته شده که این قانون را به دقت رعایت کنند. بارسا اولین چالش فصل را از رئال برد. بارسلونا در شرایط به فیفا دی اول فصل رسید که هم صدرنشین لالیگا است و هم توانسته 4 امتیاز از رئال مادرید فاصله بگیرد. 4 بازی 4 برد 12 امتیاز و 13 گل زده. این آمار فوق العاده بارسلونا در شروع فصل است که با دشواری های زیاد در بیرون زمین شروع شد. بارسا نتوانست به دلیل مشکلات فیر پلی مالی خودش را تقویت کند و هانسی فلیک بارسا را در شرایط روانی اولین هفته لالیگا کرد که فهرستش پر از بازیکنان جوان و لاماسیایی بود. بارسا ولی در زمین به خوبی جواب داده و با ایده های جدید فلیک توانسته والنسیا، بیلبائو، رایو و وایدولید را ببرد و بهترین شروع خود را در 6 سال اخیر ثبت کند. رقابت لالیگا به دلیل شروع بازی های ملی 2 هفته برگزار نخواهد شد و بارسلونا با 4 امتیاز اختلاف نسبت به رئال و اتلتیکو صدرنشین راهی تعطیلات شد. برای بارسلونا بسیار مهم بود که در اوج حواشی و اخبار بد انتقالات در زمین از رقیب اصلی خود جلو بیفتد و به این هدف نیز رسید. پس از بازگشت بارسا یکشنبه 2 هفته بعد به دیدار خیرونا تیم پنجم با 7 امتیاز خواهد رفت، در حالی که رئال مادرید در آنوئتا روز شنبه به مسافر رئال سوسیداد می رود. اتلتیکو نیز یکشنبه میزبان والنسیا خواهد بود. سه گل تا رکورد رونالدو. هالند میخواهد تاریخ ساز شود. ارلینگ هالند مهاجم منچستر سیتی فاصله کمی با رکورد کریستیانو رونالدو دارد. ارلینگ هالند قرار است اثر ماندگار از خود بر جای بگذارد و رکوردهای زیادی را پیش کند. از زمان حضورش در سالزبورگ این مهاجم نروژی استعداد خود را نشان داد و سپس در بوروسیا دورتموند به یک بازیکن مطرح تبدیل شد. اکنون در منچستر سیتی تحت هدایت پپ گواردیولا هدف هالند این است تا حد امکان گل بزند و عناوین را به دست آورد، کاری که او به خوبی انجام میدهد. هالند در بازی اخیر منچستر سیتی بار دیگر خوش درخشید و در دیدار هفته سوم لیگ برتر مقابل وست هم هتریک کرد. او تا به حال 7 گل در 4 بازی این فصل به ثمر رسانده و در مجموع 97 گل با پیران این تیم زده است. اکنون 3 گل برای رسیدن به رکورد کریستیانو رونالدو فاصله دارد، فوتبالیستی که در کمترین زمان بازی ممکن با یک تیم 100 گل به ثمر رسانده است. این ستاره پرتغالی به 105 بازی نیاز داشت تا بین آمار برسد و حالا اکنون 102 بازی با پیران سیتی انجام داده است. اگر مهاجم جوان سیتی در 2 بازی آینده 3 گل به ثمر برساند، رکورددار جدیدی از این حیث خواهد بود. حرکت جنجالی گولر پس از پیروزی رئال. مستقیم بر رختکن با عصبانیت. آردا گولر که از کارلو آنچلوتی عصبانی بود بعد از برد رئال مادرید مستقیما بر رختکن و سپس خانه رفت. روزهای خوبی برای آردا گولر نیست. بازیکن ترکیه رئال مادرید در ابتدای فصل جاری همچنان بازیکن ثابت تیم نشده و جز در بازی برابر وادور دیگر در ترکیب اصلی قرار نگرفته است. شب گذشته مقابل بتیس تا 1 دقیقه هم به میدان نرفت تا شدیداً عصبانی شود. با وجود این آنچلوتی همواره از آردا تمجید کرده، اما واقعیت این است که ستاره جوان در ایده های کارلتو جای ثابتی ندارد.
هولر دیروز دقایق زیاد گرم کرد ولی به زمین نرفت. در شبی که امباپه، وینیسیوس و تعویضی های مثل ابراهیم، اندریک، مودریچ و فران گارسیا درخشیدند، آردا در کنار زمین نظارگری بازی بود. پس از سوت پایان، حتی برای جشن پیروزی با بقیه همتیمی هایش در زمین نماند. گولر با چهره جدی مستقیم به سمت تونل رختکن رفت، در حالی که دیگر ذخیره ها به بازیکنان درون میدان تبریک میگفتند. واکنش عجیب از سوی آردا که نشان میدهد حشرات فعلی خود رضایت ندارد. از مسی بهتر بودم، اما از بارسلونا اخراجم کردند. ساموئل اتو، مهاجم سابق بارسلونا، در مصاحبه با بی ان اسپور در سال 2019 گفت که توانایی‌های شخصی او ممکن است کمتر از مسی نباشد. او اطمینان داد اگر تمایل مسی به بازی در مرکز خط حمله و فشار گواردیولا نبود، او می‌توانست به دستاوردهای بسیار بیشتری در بارسلونا برسد. من به پپ گفتم که باید از من عذرخواهی کنی، زیرا این من هستم که بارسلونا را قهرمان میکنم، نه مسی. مسی بعداً آمد. میتوانید از جاوی و بقیه سوال کنید. آن دوران دوران من بود. این من بودم که بارسلونا را پیروز میکردم. با وکیلم گفتند که برای فروش هستم. با او گفتم واقعاً این طور هست؟ و او گفت بله، گواردیولا این طور خواسته است. اگرچه تو آن فصل با گواردیولا مشکل داشت، اما همچنان با حمایت هافبک‌های مثل جاوی و اینیستا 30 گل در لالیگا زد، در حالی که مسی 23 گل به ثمر رسید. اتو سپاس به اینتر میلان رفت و با این تیم تحت هدایت مورینیو سگان نگرفت. او در این باره نیز گفت امروز واضح است که حرکت و فرصت خروجی که گواردیولا به من داد باعث شد تا بخش بزرگتر از فوتبال باشم. او به اینتر اجازه داد تا بهترین انتقال تاریخ را انجام دهند. با این حال جای بحث است که اتو میتوانست از مسی پیشی بگیرد یا نه. اگرچه اتو در گلزنی خوب بود، اما مسی برخلاف او میتوانست تیم را در حملات سازماندهی کند. حتی اگر آمار گلهای اتو از مسی بیشتر هم باشد، باز به مراتب آمار پاس گلهایش کمتر از مسی خواهد بود. نظر شما چیست؟ زنگ خطر برای رئال به صدا درآمد. پس از مصدومیت دنیس وایس، کارلو آنچلوتی برای بازی بعدی با سوسیداد تنها 4 هافبک سالم و در دسترس دارد. زنگ خطر در رئال مادرید با صدا درآمده است. دلیل: مصدومیت‌های جدید به خصوص در مرکز زمین. پس از مصدومیت سوبایوس، آنچلوتی حالا تنها 4 هافبک در دسترس دارد. شوامنی، والورده، مودریچ، واردا، گولر. بدون شک شرایط پیچیده‌ای برای کارلو آنچلوتی پیش آمده است، چون 6 مصدومی که او دارد 3 نفر هافبک هستند: جود بلینگام، ادواردو کامابینگا و حالا دنیس وایوس. اگر فصل گذشته آفت مصدومیت تمام مدافعان میانی را گرفته بود، حالا به نظر می‌رسد مزل در مرکز زمین است. مشکل آنچلوتی این است که او هیچ یک از این هافبک‌ها را در مدت زمان کوتاه در اختیار نخواهد داشت. بلینگام اولین بازیکنی است که میتواند دوباره در دسترس قرار بگیرد، اما تا پایان سپتامبر باید به نظر میرسد او به شرایط بازی برسد. هدف او رسیدن به دربی مادرید است که یک ماه دیگر هست. کامابینگا انتظار میرود در ابتدای اکتبر باز گردد و سبایوس تا فیفاده اکتبر در دسترس نخواهد بود. به همه اینها باید اضافه کنیم که رئال اخیرا 2 هافبک جوان خود، نیکو پاز و ماریو مارتین را نیز به کومو و وایادولید انتقال داده است. لوا علیه جاوی: با فلیک خیلی تهاجمی تر هستیم. رابرت لوندوفسکی گفت برای خودش هدف گلزنی مشخص تعیین کرده است. او همچنین با مقایسه بارسا جاوی و فلیک پرداخت. رابرت لوندوفسکی، مهاجم بارسا، خودش را به اردوی تیم ملی لهستان رسانده و قرار است در 2 بازی مقابل اسکاتلند و کرواسی به میدان برود. لوا در کمپ تیم ملی لهستان در یک نشست خبری شرکت کرد و حرفای مهمی درباره بارسلونا زد. در این فصل ذهنیتم را کمی تغییر دادم، چرا که فصل گذشته قدرتم را تا حدودی از دست داده بود و همچنان در تلاش هستم همان بازیکن پرقدرت قبلی باشم. من در این فصل همه کار خواهم کرد و از جان و دل مایه خواهم گذاشت. خبرنگاران از لواندوفسکی درباره تفاوت بارسای فلیک و بارسای فصل گذشته پرسیدند. ستاره لهستانی که میدانستین به معنای مقایسه فلیک و ژاوی خواهد بود و شاید سرمربی سابقش را ناراحت کند، از پاسخ دادن تفره نرفت و گفت من دوست دارم امسال بیشتر از فصل گذشته گل بزنم. همانطور که گفتم، بارسای فلیک تهاجمی تر بازی خواهد کرد، چون من او و فوتبالش را میشناسم و در همین بازی های اول همین را دیده اید. لوا برای خودش یک هدف گلزنی مشخص تعریف کرد و گفت هدف من این است که بیشتر از 30 گل بزنم، نمیدونم، شاید 35 گل. این به تیم بستگی دارد. امیدوارم هم تیمی ها فرصت های زیادی به من بدهند تا بیشتر گل بزنم.